سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، به خبر دست تمدن خوش آمدید. یک هیئت جمهوری اسلامی ایران با هدف گفتگو در مورد موضوعات مختلف به کابل سفر کرده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته که این هیئت 15 نفره جمهوری اسلامی پیرامون موضوعات مختلف از جمله حقابه با مقام های افغانستان دیدار و گفتگو می کند. به گفته وی، سفر مقام های افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه در سطوح مختلف برقرار است. رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان بار دیگر انگشت اتهام را به سوی کابل نشانه رفته و گفته افغانها در حملات اخیر در این کشور دست دارند. جنرال آسم منیر گفته که حملات تروریستی در پاکستان به صلح و ثبات منطقه آسیب می‌زند و اسلام آباد برای از بین بردن گروه‌های تروریستی از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. با این حال کابل اما همواره گفته به هیچ گروه اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان منافع سایر کشورها را تهدید کند. حکومت کار استخراج دو معدن در ولایت هرات و غور را به شرکت‌های افغان و خارجی واگذار کرد. دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر اعلام کرده که 4 بلاک معدن آهن در ولسوالی غوریان هرات و 1 بلاک معدن سرب در ولسوالی تولک غور را به شرکت‌های افغان، ایرانی، ترکی و بریتانیایی سپرده است. دفتر ملا برادر معاون اقتصادی نخست وزیر گفته عواید این معادن صرف پروژه های عامل منفعه می شود و بخش اعظم آن به تولید برق خانگی اختصاص خواهد یافت. ریاست صحت عامه ولایت هلمند میگوید ماهانه به طور میانگین حدود 10,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در مراکز صحی این ولایت درمان میشوند. دکتران فقر اقتصادی، ازدواج های زیر سن و رعایت نکردن فاصله در ولادت ها را از عوامل افزایش موارد سوء تغذیه در میان کودکان عنوان میکنند. اکادمی علوم از انجام حدود 50 پروژه علمی تحقیقی در بخش‌های مختلف در یک سال گذشته خبر می‌دهد. این ریاست اعلام کرده که در حال حاضر نیز حدود 170 پروژه علمی تحقیقی دیگر نیز زیر کار است. با این حال شماری از آگاهان تأکید می‌کنند که تحقیقات و تألفات باید مبتنی بر نیازهای جامعه انجام شود تا راهگشای مشکلات اجتماعی شود. خبرگزاری رویترز گزارش داد یک گروه نخبه هکرهای کره شمالی به شبکه های کامپیوتری یک شرکت روسی که در عرصه طراحی و تولید موشک شهرت دارد نفوذ کرده. این خبرگزاری با استناد به تحقیقات کارشناسان امنیتی و تجزیه و تحلیل داده ها گفته هکرهای کره شمالی سال گذشته برای دست کم 5 ماه به دستگاه های شرکت NPG ماشین نفوذ کرده. رویترز تاکید کرده این گروه با حکومت کره شمالی مرتبط است، اما نمیتوان تشخیص بدهد که این هکرها دقیقا چه اطلاعات را سرقت کردند. کره شمالی چند ماه پس از این نفوذ سایبری از پیشرفت های متعدد در برنامه موشکی ممنوعه خبر داده. رویترز اما گفته نمیتوان بگوید که آیا این پیشرفت ها با نفوذ سایبری به سازمان روسی مرتبط است یا نه. و خبر اخیرین که بازداشت نخست وزیر سابق پاکستان، وکیل او از شرایط ناسب عمران خان در زندان شکایت دارد. نعیم باشوا از مقام های قضایی این کشور خواسته به این شرایط نامناسب معکل او در زندان رسیدگی کند. بر اساس گزارشان نخست وزیر سابق این کشور در یک سلول کوچک و کثیف زندانی است. رهبر تحریک انصاف پاکستان 14 اسد بازداشت و برای گذراندن حکم 3 ماه حبس راهی زندان شده است. این بود خبر ده. وقتتان بخیر.